از اونجا که کوفته عزیز لذیذ و دوست داشتنی درونش یه آلوی گران قیمت پنهان داره، برای همین من مطمئنم وقتی خدا هم ما رو ورز میداده یه چیز ارزشمند درون هر کدومون پنهان کرده، یه چیزی که ما رو برای زندگی و زندگی رو برای ما خوشمزه تر کنه. این قانونشه، شک نکنید، میتونم براتون اثبات کنم. به قول افسانه ها آدم ها هر کدوم یه ستاره تو آسمون دارن. درسته ستاره هی یکم سابقش خرابه، چرتی، بازیگوش، تنبله، اما ستاره هست بلاخره، دلمونو میبره، موتورمونو راه میندازه، به مسیر رؤیا پردازی ها و خیالاتمون نور میده، انرژیمون رو برای پیمودن این مسیر تأمین میکنه، دوچارو علاقمندمون میکنه. خلاصه ما رو پیش خودمون و دیگران عزیز و دوست داشتنی میکنه. فقط کافیه ستاره ها رو پیدا کنیم، چرتش رو پاره کنیم، کمی سربراهش کنیم و بیاموزیمش به موقع بخوابه. مگه قرار نشه تا وقتی برقا نیومده کسی دست به چیزی نزنه؟ ببینم دهنتو چی داری میخوری؟ تو دهنتو بکن؟ بوق و کلم تو دهنتو بکن؟ قضا خودم به زور بکن خوری؟ آقا نمک برای فشار خون ضرر داره، حالتا انسان هم برای کار زمین ضرر داره، هیچ بخور. اینجا نوشته که شرکت نوآفرین ظرف یکی دو سه پول پارو میکنن. نوآفرین دیگه چیه؟ همون استارتاپ دیگه. استارتاپ؟ بابا استارتاپ که اصلا ما خودمونو بردیم، هیچکی نمیدونست استارتاپ چیه. من میگفتم استارتاپ استارتاپ استارتاپ. من میبینم شما داری پول پارو میکنی، میشه منم پارومو بیارم؟ نمیخواد پارو تو بیاری، بیا اجاره عباس آقا رو بده که واسه من خط نشون نکشه. امروز تو راه رو دیدمش یه جوری داشت نگاه میکرد که اصلا روم نشد بهش سلام کنم، سلام انداختم پایین رفت. آخ آقا والله به خدا این کاره الکی فایده نداره، یه کار درست حسابی میخوایم. آقا استارتاپ خیلی هم چیز عجیبی نیست، کافی فکر بکی داشته باشی، مثلا همین تاکسی اینترنتی ها. من اگه بازیگر بشم میتونیم یه استارتاپ بزنی، مردم بیان توش بلیت تئاترمو بخرن. الکی رنج برای صحنه ها، اونو ولش کن، اون خود نشدنیه. آقا یه استارتاپ داشته باشیم که این تخفیف های غذا رو بگیم. بچه ها
پول توی خرج کردنه. حلقه اولیه زنجیره تقاضا کیا هستن؟ مامانا؟ آفرین خانوما. ببین اون بازاری موفقه که توی زنا دست به خرج کردن داشته باشن. متوجه میشه؟ یعنی تفکر ضد سرمایه داری داشته باشن. یه حسی به من میگه آتیش هم زنها کشف کردم. با من میگم اینا رو به خیال شیم، مهم اینه که زندگی خرج داره. با منم دو ساعت همینو دارم میگم دیگه. آیه مرتضی نو دوست فرزین هستم. نه فامیلی تو نمیگم، منظورم مرتضاییه که نو دوست هست، صفت تو دارم میگم دیگه. تو خودت باید بیشتر از همه ما اعتقاد داشته باشی که آدم فقیر هم به پول نیاز داره. چه اگه پول داشت فقیر نبود. آفری. اینو بذار پریشالت. خب حالا که ما متوجه شدیم که رمز حرکت بشر تقاضاه، پس به این نتیجه میرسیم که استارتاپی برنده است که پاسخ این تقاضا رو داشته باشه. خب دوستان بحث بسیار علمی تخیلی خوبی بود، دستون درد نکنه. اینجا نفشامو پختم، دست به سیاه و سفید نمیزنم. جمعش کن. جمع کن. چه دونه؟ دارم میگم تقاضای جمع کردن، دارم بیه جمعش کن. من میگم بیه یه استارتاپ بزنیم، یه نفر رو بفرسه سفره رو جمع کن. یه با موزه بود. یا این آقا مثل پریدری اینجا دراز کشید، اون وقت من سفره رو جمع کنم؟ آقا من این برنامه تقسیم کار الکی چسبوندم اون یخچال. یا همه یا هیچ کس. سلام عباس آقا، خراب شده؟ نه، من هر چند وقت یه بار یه استارت میزنم باتریش نخوره. آقا مرتضی روز رس میشه، الان چند دومه برجه؟ سوم عباس آقا. بله ما سه روز پیش بعد اجاره رو میدادیم. ما گفتیم که سیوم. خدا پدر تو بیا مرزه. من قیافم یه جوری مرتضی، همه فکر میکنن آدم بیخیالی هستم، ولی نه اینجوری نیست. اتفاقا من آدم حساسیم. اصلا این درسته که یکی خودشو بزنه به اون را؟ اینجور آدم ها من خوشم نمیاد. نه عباس آقا بزید باقشتا، ما این ماه یه مقدار کم آوردیم ولی حتما پرداخت میکنم، خیالتون راحت. باقشتا که علمات کی میخواد کیف منو بیاری؟ برو پایان‌نامه قضایی تو تموم کن. ازت دو پر پروپوزال خواستم، نتونستی بنویسی. نوشتی؟ نه. آخه خونه رنگرزی که نیستش استاد. ببینید من دانشجوی این مملکت نباید تحقیق کنم، تفحص کنم، موضوع مورد علاقه‌مو پیدا کنم؟ جناب انیشتین سه ماه داری تحقیق میکنی، کافی نیست؟ یه تم داره تموم میشه، بخوای دو پر پروپوزال برام بیاری؟ تقصیر تو نیست، تقصیر منه که زیاد تو رو پررود کردم. مایوسم کردی، مایوسم کردی. خجسته، خجسته فال. یا من تو رو اخراجت میکنم یا خودم از دست تو بازنشست میکنم. تمام استاد یه لقه جونه من برکم. ببینیم من پروپوزالم آماده است، شما بگین کی من میارم. امروز شنبه است، کی؟ یک شنبه. هفته دیگه؟ نه خیلی، فردا. نه استاد این که نیست. ببینی شما اگه با من حال نمی کنی خوب به هم بگی. چرا با من اینجای رو راست نیستی؟ خود با من خودمونی نشو، تو لکه ننگ اقتصادی. استاد الو. بله تو بقیم پلتفرمتو رو دیدم، عالیه. بله اون استارتاپ شروعش با دانشجوی خودم بود. بله بله ما همیشه دانشجوهای خوب معرفی میکنیم. خواهش میکنم. بله خوشحال میشم که با شما همکاری کنم. صدا میکنم. بله 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 چکار میکنی پسر؟ بله حتما با کمال میل میبینم اتون. خدا نگهدار.
یاد بگیر آقای خجسته دل. خجسته فاق حرف نزن استاد، من برای همین مزاحمتون شدم. ببین ایده پروپوزال من راجع به یه استارتاپه. خیلی پار روی واقعا. چرا؟ جدی میگم. جدی شه بگو تا بدونیم طرح چیه، بگو تا ببینم. ما یه سری نیروی کار رو جذب خودمون میکنی، بعد مردم توی منازل و اداره که کار تخصصی نیاز دارن این افراد رو میفرستیم اونجا. یعنی مثلا دیدیم میگن که از شیر مرغ تا جون آدمی زاد، ما از آب حوض میکشیم تا آقای خجسته دل. خجسته فال طرح دینه؟ جدی میگم استاد. خسته نباشی واقعا، این که چند تاش تو بازار هست. نه این که نیست، ما خب مزایای خیلی بیشتری داریم. مزایا؟ بله. چی؟ ببینین ما پایین ترین قیمت رو بین رقبا ارائه میدیم، سود کمتر، تقاضای بیشتر، تضمین کیفیت. اینطور مطمئنی؟ بله تضمین کیفیت. تضمین کیفیت باشه، عملیش کن. عملیش میکنم. ها عملیش کن. الان یعنی من چی کار کنم؟ ببین 40 تومن قرض پرداختی آب. بله 10 تومن تخم مرغ. 10 تومن تخم مرغ اینه. بله 20,000 تومنم برای گوجه. گوجه از سوپر گلچی؟ آره. بله کم میاد. آقا من دیگه روم نمیشه برم به عباس آقا بگم امروز نداریم فردا، فردا نداریم پس فردا. آقا من از فردا پشت بوم میرم دانشگاه، من چشم چشم نشم به عباس آقا. مگه گربه از پشت بوم میخوای بری دانشگاه؟ برش کن. چی شد؟ چقدر پول داریم؟ 670 تومن. وای چقدر فقیریم ما. خسته شدم از بس هیچی سر جاش نیست. قبض به برقم اومده. چی به من هیچ ربطی نداره. هیچ ربطی نداره. نصف برق مملکت داره میره تو لپتاپ تو که مزارعه تو آبیاری کنی، به تو هیچ ربطی نداره؟ اصلا همین مصرف بیرویه برق و لامپه که باعث میشه ما ستارهای آسمون رو نبینیم. سبون در وردی دو بک با سلام بچه ها. سلام حامد. حامد خجسته فال از امروز پاکم. خب آماده این استراتژی اینه. آخ حالا حوصله فرمانده بازیاتو ندارم تو رو خدا. این اولین باری که ما رو مثل گوجه و تخم مرغ تقسیم کردین درابر مادر و استاد نجفی رو فرمان. بله. به خدا از اون موقع من روم نشده زنگ بهش بزنم. خیلی خوب باشه، استراتژی رو بیخیال میشیم، ولی یه خبر خوشایند و دلچسب دارم برای تک تک آدم های این خونه. خونه جدید پیدا کردی؟ نه استارتاپ. ما از همین الان تا فردا وقت داریم که یه استارتاپ رو اندازی کنیم. حالت خوبه آمه؟ تا فردا؟ مگه خوب رنگ نزی آخه؟ شاید داره رویا پردازی میکنه. در اینی که ما هممون بدبختیم اتفاق نظر داریم دیگه. نه بله. خب پس یه نکته میگم یادگار از من بذاریم پر شالتون. جلوی بدبختی رو از هر جایی که بگیری منفعته. از راه پلا که داشتم میومدم بالا عباس آقا رو دیدم، یک سلام نامطبوعی خدمت تک تکتون رسوند. پس باید از همین الان شروع کنیم بچه ها. سالهای بعد وقتی دارن راجع به این روزا می نویسن، تیتر اول صفحه اصلی تمام روزنامه ها اینه که اقتصاد غرب با طرح یک نفر و همکاری 4 نفر واو تکان خورد. حالا کجا آقای تکان دنده؟ Thank you.
اومدم که شیرینی همکاری جدیدمونو براتون بیارم. بچه ما از الان یه شرکتی معرفی میکنم. اپلیکیشن خدمتکار. معرفی میکنی؟ ایده رو از من دزدیدی. معرفی نکو، اینجوری هم نکو. طرح پایان نامه من تصویب شد، پلتفرمم آماده است. استادم گفته که اگه این اپلیکیشن یه ماه راه اندازی بشه، امتیاز خوب بیاره، به همون وام میده. میفهمین؟ وام. وامیست چقدر حامدی؟ 25 میلیون تومان. 25 میلیون؟ چه کاریه؟ بریم زن بگیریم. وامش 100 میلیونه. الان میخوای بری ازدواج کنی؟ مثلا این که نیست، کی به این زن میده؟ کی به تو وام میده؟ حامد درست بگو ببینم چی میگی؟ ببین الان چند تا شرکت هستن که با توان مالی بالا و سابقه زیاد دارن این کارو میکنن. خب که چی؟ یه سرمایه گذاری شخصیه از طرف استاد من دیگه. حالا اگه رقمش کمه، خب بنده خدا اینقدر در توانشه. عوضش ما اگه کارمون بگیره، این اپلیکیشن پرطرفدار میشه، ما این کوسه میریم بالا، میشیم سلطان دریا. ای بابا، آقا اصلا شما رفیقای من هستین یا نیستین؟ هستین دیگه، رفیقامی. بابا من پایان نامم گیر این طرح دیگه. بابا همکاری کنین دیگه. خب من اخراج میکنم از دانشگاه دیگه، مسخره بازی در نیارین. ببینین من میشم مدیر عامل و همه کاری این شرکت، شما هم خب مدیرای زیر مجموعه این دیگه. بالاخره یعنی سر... بابا یه دقیقه خفه شین. تبریک میگم، تبریک میگم، تبریک مهندس، تبریک میگم. جدی جدی باش. تعهدنامه نیست. تعهدنامه نیست. بیار تعهدنامه رو. دو تا. یاد این سیزه چطور باشه زا؟ سلام عباس آقا. سلام آقا مرتضی. شرمنده، میخواستم بهتون بگم که حق با شماست، ما کوتاهی کردیم، یکم هم خودمونو زدیم به اون را. ولی پول اجاره رو بالاخره جور کردین یا نه؟ نه، اجاره که هنوز جور نشده، ولی میخواستم بهتون بگم که ما مسئولیت این تأخیر رو به عهده میگیریم. بفرمایید. این چه که؟ نه، تعهدنامه است. ها؟ ما هممون این تعهدنامه رو امضا کردیم که ایشالله حتما تا هفته دیگه اجاره رو جور کنیم خدمتون پرداخت کنیم. آخه کاری که تو 30 روز نتونستید انجام بدید، تو یه هفته چجور موقع انجامش بدید؟ یه فکرهایی برای کار داریم عباس آقا، همون چیزی که صبح گفتین خودتون. چه کاری؟ میگم خدمتون. نه بحبه. عزیزان خیلی خوش تشریف آوردین، انشالله که همه گی با جد شرایط باشین تا بتونیم در کنار هم یک فضا بفرمایید. دخیل بفرمایید. خوشحالم که نتیجه بگیرید انشالله. نتیجه بگیرید انشالله. نتیجه سلام علیکم. بفرمایید. خیلی خوش اومدید. من کارشی من کار بودم، همه کار کنم، فرش دست با، فرش ماشینی، موکت، همه فرشون، پشمی و کچل. فقط سیاتیک هم مشکل داره، بار سنگین هم نمیتونم بردارم. آشپزخونه داشتم خودم، اجارش رفت بالا، الان تو صندوق عقب ماشین پسرم غذا میفروشم. نمونه کارم آوردم، برمه، قیمه، تمیز و بهداشتی. خیالتون راحت. هارمونی به جای برو سری کوچه، حواست جمع کن تا حواست قنه. من برم؟ نپا من برم؟ من باید مصاحبه کنم با این جماعت. تو؟
دفعه تو؟ بابا دیشب شهر وظایف بود دیگه، قرار شد روز به مصاحبه بکنه، حامد و مرتضی برن خرید کنم، منم عکاسی کنم، تو هم نگهبانی بده و حادثه غیر مترقبه ای عباس آقا یه چیزی پیش نیاد. خب من اینجا عکس میگیرم. آقا بیا برو سر پست. خواهش میکنه. باشه صدات میکنم. باشه. من انگشتمو پس میدم. من نقاشی صفاری بلدم، شاگردم دارم، وسیله نقاشی هم دارم. میذارم براتون کار کنم. آرمانی ببین دیگه عباس آقا ما و اینجوری میکنم دیگه بچه ها خدا اون اومدن من اینجوری میکنم حله 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 راننده وانتی بودم کار زایاتی انجام میدادم ماشینم تصادف کرده ولی الان همه کار میکنم پله را پله پارکینگ زیر زمین داخل خونه هم نمیرم یه چیده گم میشه مینازن گردن ما شانس نداریم که پنجره رفلکارم از بیرون کش و تنابشم دارم من مربی مهدی کودک بودم الان اومدم برای کار برای منزل کارگری هر کاری هم بگی میکنم شیشه پاک کن میگم بچه داری بکنم آشپزی بگید هر کاری بگید برای نظافت هر کاری بگید من میکنم دیگه مجبورم چاره ندارم کارا چیه؟ بعد صبحگاهیه هیچی نیم صبحگاهی؟ اینا کیه نه اینجا میام بیرون؟ روز بده، روز بده چند، چند آقا این سمی میزه میگیم چه شما شما برنده شما مرحلی دوم اولی هستشون پشت خواهش بکنم، خواهش بکنم هیچ مشکلی نشون نه مشکلی نیستش، بفرمایید بفرمایید کارو بفرمایید چیزی نشده شما قبول شدید برمده اول خواهش بکنم بفرمایید بفرمایید چه خبر اینجا آقا روزبه؟ خبر این سباس آقا سلامتی شما سلامتی من یا این جماعت بیکاری که اینجا جمع کردی؟ کدوم جمع عباس آقا؟ عباس آقا ما این نرام بردیم این جهازشون مصاحبه بگیر واسه استخدام استخدام؟ عباس آقا یه لگه اجازه بدی چیه؟ مگه استخدام دوزده که یواشکی؟ عباس آقا فقط چند نفرن؟ اینا چند نفرن؟ سلام نما از شما بودن بیکارم به خدا 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 بفرمید آقایون بفرمید بفرمایید کارا چی میکنید؟ بفرمایید بفرمایید خانم بفرمایید بفرمایید این خانوم ها اینجا چی کار میکنن؟ این نه واسه کار اومده بودن این چه بساطی آخه؟ این طرح حامده ما فقط داریم اجراش میکنیم حامد چطور واقعا کاره رو را بندازیم ها؟ خدمتکار بفرستیم جدی میگم خجسته ای دیگه پول داریم ما واقعا پول داریم که بتونیم یه هفته هزینه خدمتکار رو بدیم علاوه هزار تا هزینه دیگه هم که داریم ها اینجوری بخوایم طبق نظریه تو پیش بریم که باید یه پولی هم از جیبمون بذاریم خونه مردم تمیز شه خب ببین اشکال از طرح شماست که باید برطرف شه بابا تو اصلا طرح رو ولش کن وامو بجذب الو سلام استاد فیاضی بزرگوار من ارادتم خدمتتون عرض کردم استاد اتفاقا من الان بله چرا آخه خجسته فال آقای خجسته فال دانشجوی بنده بفرمید بشینید این دوستان جوان و بسیار خلاق ما هیئت مؤسس این شرکتی هستن که معرف برنامه های کاربردی هستن کاربردی؟ همون اپلیکیشن معرفی میکنم آقای توفیقی خانم جبارزاده، آقای یزدانی، آقای موسوی، خانم مهیمنی و آقای زنگنه
خیلی خوشبختم. ما حاضرین برنامه خدمتکار شما رو یک ماه به صورت رایگان روی پلتفرممون قرار بدیم. پس این وامی که استاد فرموده بودن دیگه امروز تو حسابمه. وام به لطف مشاوره عالی جناب فیاضی به برنامه‌ای که بیشترین امتیاز مردمی رو کسب بکنه تعلق پیدا می‌کنه. این که گفتین ترجمه فارسیش چی میشه؟ این کسب و کار خلاقه شما باید راستی آزمایی بشه عزیزم. استاد این که یعنی هیچی دیگه؟ خجسته. ملاک رتبه اول اینه که کسایی که از برنامه شما استفاده میکنن از 5 تا ستاره چند تا به شما ستاره میدن، همون امتیاز مردمی. یا برنامه شما چه انتقادات و پیشنهادهایی رو میگیره؟ یعنی یارگیری یا نصب و معرفی به دیگران. آفرین، راستی آزمایی خوب پسر، عالیه. چرا کسی سفارش خدمتکار نمیده؟ بهتر اصلا فکر کن زنگ زدن انقدر قیمتا رو پایین گذاشتیم کسی نمیاد واسه کار. بابا من پایان نامم تو گروه اینه، باید راه بیفته برنامه. بچه این فرصت خوبیه برامونا. فکر کن الان یه نفر تو برنامه خدمتکار ثبت سفارش کنه. خب ما خودمون میریم انجام میدیم، پولش هم میگیریم میذاریم جیبمون، هم کرایه هم پاسوا رو میدیم، هم امتیاز میگیریم، هم سر ما یه وام میگیریم. بهترین کار اینه که ما چند نفر رو پیدا بکنیم بهمون امتیاز بدن، امتیاز کامل 5 ستاره. اینطوری هم کار نکردیم، هم سر ما وامو گرفتیم. آقا رو باش، من دارم میام بریم کار کنیم پول در بیاریم، تو داری میگی بریم الکی به اینو معرفی کنیم. آقا جان مهم اون امتیازای کوفتیه، مهم کاره. چه سرت تنین که میگی کار؟ منظوری دینه که خودمون بریم خونه مردم رو تمیز کنیم. دقیقاً. زنگ زن جواب ندیم، میخوام ببینم چه خدماتی میخوان ابلف. تاییدش کن. چند تا سن درست اومدی؟ آدرسش که دقیقا همین کوچه است. تو این محله هم اگه خدمتکار میگیرن مردم وضعش رو خوبه، فقط ما بدبختیم. روزبر فکر کنم تله است. ها؟ میگم فکر کنم تله است. تو اگه گیاه نمیخوری که به آرامش برسی. چرا؟ ریلکس. پلاکش چند بود؟ 7. اون 8ه. اون بعد 7 بشه. بید. همینه. پلاکه 7. چوزوه. اینجا زنگ نداره. چی؟ چرا اینجا زنگ نداره؟ خب در بزن. اون داوود. میشنوی؟ میشنوی میگی بابا. بفرمایید. سلام. سلام. شما سفارش خدمتکار داده بودین؟ بله، ما سفارش داده بودیم. سفارشتون رسید. خوش اومدیم، بفرمایید. فقط اگه میشه یه لحظه وایسین تو حیات، من خانومم هم صدا کنم که بیا. چشم. بفرمایید. سلام. سلام علیکم. خوش اومدیم، بفرمایید. شما تو برنامه ثبت کردین نظافت منزل دیگه؟ بله بله. البته ما هم با شما همکار هستیم. خانم هم توی شرکت خدماتی کار میکنه. امروز دیگه سالگرد ازدواجمون بود، گفتیم که یه خود استراحت بکنیم. نگفته نمونه که شما اینجا تشریف دارین. اینم هدیه من به خانم هم بابت سالگرد ازدواجمون. چقدر خوب. من برنامه نویسی هم میخونم.
برنامه‌تون رو دیدم، قیمتاتون خیلی پایین بود. دستتون درد نکنه. خواهش می‌کنم لطف کنید. قیمتمون یه مقدار زیادی پایینه. سالگرد ازدواجتون مبارک. کمپانی ما به شما 20% تخفیف میده. 10% تخفیف. 5% خب از کجا شروع کنیم؟ همین حیات. فقط لباس کار دارین یا براتون بیارم؟ بله بله، کمپانی ما به ما لباس کار هم میده. خدا به دادمون برسد. بله بفرمایید. سلام، بازم منم. علیک سلام. چی میخواه؟ چی اومدم سر بزنم در واکن؟ آتو یعنی این همه راه اومدی که فقط سر بزنی؟ بگو مسعود، بگو چی میخوای؟ هیچی نمیخوام. من حالا دیگه کسب و کار خودم رو دارم، واکن دارم. خاک بر سر من بکنم. با نشد، محکم تر بزن. محکم تر تو سر تو میزنم. میبینی؟ اسم منم خود مدیره اجراییه. آفرین مسعودی. بده بینم، بده این بر بینم. این کیه؟ او او او، این بالایش که حامده است. این همون رفیقشه که 100 تا چاقو میسازد یکیش دسته نداره دا. خب اینقدر نزن تو ذوقی بشه. حامدی خجسته فال مدیری کن. مسعودی طلو مدیر اجرایی. البته بعد مدیر کلو میده که خب مشکلی نی. اجرایی؟ فاتح روز به این خورسن مدیر روابط عمومی، مرتضی فرزین مدیر شبکه، آرمانی نخستین عضوی علل بدل و مدیری پاسخگویی به حوادث. مسعودی خیلی با کلاسه. خب استیگه دور همی شرکت زده نا. حالا کاردون گرفته؟ امتیاز لازم داریم تا بگیره. آقا این یعنی چی؟ یعنی الان ها رو گوشی شما نصب میکنم. گوشی مادرتو بردار. گوشیشون نصب میکنم و ثبت سفارش خدمت کار میکنی. بعدش هم دیگه 5 تا ستاره میدین و یخت پولو. چیه؟ یعنی شما نمیخواین از بچه‌تون حمایت کنین؟ نه. شما چی تو به فکر آینده بچه‌ت نیستی؟ داخل سهیلا جون، این بچه اگه آینده نگر بود، ما الان باید 3 دونه نوه دختری از سر کولمون بالا میره. چی کار باید بکنی؟ هیچی مامان، ببین برات ریختم. اینجا ثبت سفارش میکنی بعد میزنی دیگه، مثلا تمیز کردن کفا بزن، کل خونه رو بزن. این گزینه تمیز کردن دیوارا رو هم بزنم؟ بله، الکیه دیگه، در، دیوار، همه رو بزن. آخرش هم اون مستطیله رو بزن. صبر کن. نه، چی شو؟ کی پرداخت میکنه؟ شما. کی تمیز میکنه؟ هیچکی، الان آزمایشیه، الکیه. اپا پول دادنش هم آزمایشی است. پس میده؟ حالا شما پرداخت کن اول، 5 تا 6 تا به ما بده بذار کار ما بگیره. هر موقع گرفت من میارم دوباره برش تقدیمت میکنم. من که نیستم. حالا اینجا با اون محله‌ای که آرمان و روز برفتن چه فرقی میکنه؟ سفارش سفارش دیگه. این که نیست. با تو محله رو ببین، خونه ها رو نگاه کن چقدر قشنگن. اینجا هم کار هم تماشا. بله سلام، برای نظافت منزل خدمت رسیدیم از اپلیکیشن خدمتکار. بفرمایید. او خونه رو ببین. فقط یه لحظه اجازه بدید ببینم سگمون بسته. سگ؟ بله سگ داریم. حامد Mamma, she ain't.
سالون شروع کنید، بعدم پنجره ها، حمام، بعد از شویی آخرش آشپزخونه، در ضمن بالکن هم باید بشوری. دستتون چی شده؟ ملوس این کارو کرده؟ ملوس؟ سگمون. ازدواج کنم به خاطر وام؟ وام؟ ببین چه بامزن. ببین تو خونشون هیچی ندارن، یه سری وسیله کوچولو موچولو، ولی انگار دارن تو قصد زندگی میکنن. تو حالا بازه جای نامزدی قبلیت خوب شه. بعد حال بهم میگم واقع‌گرایی جادویی دیگه. ها؟ در هنر و ادبیات وقتی که یه چیزی تو مغز و استخون واقعی باشه ولی یه عنصر جادویی هم داخل باشه بهش میگم واقع‌گرایی جادویی. صد سال تنهایی آقای مارکز نمونه درخشانش. خب از همین جادوگر واقعی ها میخوام. آها. اینی که تموم کردیم ولی واقع‌گرایی جادویی داریم اگه میخوام. از همون رو بخوام. یه واقع‌گرایی جادویی بپیچم پس. چه ایده ابلهانه یه من پیگیرشم هستم. کارمون تموم شد باید اینا رو هم بشوریم. آخ شانس آوریم تو این خونه هیچکی منو نمیشناسه. با اینقدر غور نزن دیگه. الان کار میکنی؟ کار میکنی منوز داره با اصل بانو اصل گیس و اصل چشم حرف میزنه که بابا حامد تو خونه مردم چشه گوش اون باید بسته باشه. مرتضا بله آینده من یه چیز تو همین مایه هست.
اینقدر بهتر. چقدر؟ اینقدر. نه دقیقا چقدر؟ اینقدر. ایشالله خدا کنید سگ توش نباشه. برم اون باره تمیز کنم. آخ آی آی. ببین در رو ببند و فقط گرد و خاک نره تو، تازه تمیز کردیم.